زباله هایی که هر روز به دست بشر به دشت ها، جنگل ها و حتی دریا ها ریخته میشن، محیط زیست ما رو بیش از پیش نابود میکنه. اگر روزی این سیاره غیر قابل سکونت بشه، آیا جایی وجود داره در این دنیا که بتونه میزبان ما آدم ها باشه؟ من فرید خلیفی هستم و این بار در دانستنی های جهان ما از کیهان لندن به سیاراتی سفر خواهیم کرد که شباهت زیادی به زمین دارن. آیا بشر روزی پای به یک سیاره متمدن بیگانه خواهد گذاشت؟ چنانچه روزی خانه من به واقع تسخیر شود یا آنکه طبق روال گذشته آنقدر به تخریب آن ادامه دهیم که دیگر قابل زندگی نباشد، جایی جز این سیاره برای کوچ به آنجا خواهیم داشت، جایی که همین نزدیکی ها باشد. اگر با خود میاندیشید همین حالا هم قرار است خیلی های من برای زندگی به مریخ برویم، باید بدانید این قطعا تنها یک آغاز است، آغازی بر زندگی فرازمینی بشر. با چشم بشر در فضا آشنا شوید. این چشم یک تنی از مارچ 2009 تحت نام ماموریت کپلر به فضا فرستاده شده و شروع به تجسسی دقیق از کهکشان نموده. تیم ستاره شناسان تلسکوپ فضایی کپلر در سال 2013 خبر از وجود سیارات عجیبی در کهکشان دادند و در میان آنان سیاره یافتند که شباهت زیادی به زمین داشت و حتی میتواند قابل سکونت هم باشد. این سیاره را کپلر 69C نام گذاری کردند. سیاره دیگر نیز با نام کپلر 62F یافت شد که 40% از زمین بزرگتر و جرمی متشکل از ترکیبات آهنی و البته آب داشت. سیاره‌ای که امکان زندگی در آن وجود دارد و ممکن است فرازمینی‌های گمگشته ما نیز سرانجام در آنجا باشند. اما اگر اکنون هیجان زده شده اید، دست نگه دارید، زیرا بر پایه تحلیل انبوه اطلاعاتی که تا کنون از کپلر به دست آمده، دست کم 10 میلیارد ستاره شبیه به ستاره منظومه ما خورشید در فضای بیکران شناسایی شدند که ممکن است سیاراتی همانند زمین ما را با خود داشته باشند. یعنی جهان ما پر از سیارات قابل سکونتی چون زمین است. اگر هم این چنین باشد، دست کم با تکنولوژی که در حال حاضر در اختیار داریم دسترسی به آن سیارات تقریبا غیر ممکن است. برای مثال فاصله سیاره کپلر 62F تا زمین ما 1200 سال نوری است. پس چاره چیست؟ باید به دنبال راهی یا جایی نزدیک تر باشیم. جایی که اگر توانستیم روزی ماشینی بسازیم تا با سرعت نور حرکت کند و ما را در کهکشان از این سو به آن سو برساند، بالاخره ظرف چند سال به مقصد برسیم. نه آنکه هزاران سال در راه باشیم حتی با داشتن سرعت نور. به سیاره پراکسیما بی خوش آمدید. سیاره شبیه به زمین اما با تفاوتی بسیار مهم با دیگر سیارات شبیه به زمین که تا به حال کشف شدند. سیاره پراکسیما بی فاصله تنها حدود 4 سال نوری تا زمین ما دارد. در حقیقت این سیاره در منظومه همسایه منظومه خورشیدی ما واقع شده. دارای ستاره‌ای ضعیف‌تر از خورشید ماست. بنابراین دانشمندان احتمال می‌دهند این سیاره شبیه به زمین در منطقه فضایی قرار دارد که نه سرد است و نه گرم. منطقه‌ای که می‌تواند برای سکونت بشر مناسب باشد. دانشمندانی به رهبری پژوهشگران بریتانیایی و به کمک رصدخانه جنوبی اروپا این سیاره را کشف کردند. نزدیکترین سیاره قابل سکونت به زمین که ممکن است حتی آب هم به صورت مایع در آن یافت شود. شاید در دهه‌های آینده، شاید هم در قرن‌های آینده، وقتی فضاپیمای حامل گردشگران زمینی در فرودگاه مرکزی پراکسیما فرود آید و مسافران وارد سالن شوند، صدایی در بلندگوهای سالن بگوید: ورود مسافران زمینی را به سیاره پراکسیما بی خوش آمد میگوییم. امیدواریم از اقامت خود در این سیاره لذت ببرید.